از همون موقع که رامی رو دیدم با خودم میگفتم نکنه یه نفرم از ما خبر میبره اون طرف. من مسعود خان هیچ وقت شاخه یه که روش نشستم اره نمی کنم. منم درختی که آفت زده باشه از ریشه قطع میکنم. با حمایت های شما سینا اینطوری شده من با میستن دیگه. شما مقصدی؟ مقصد منم مسعود، مقصد منم یا تو؟ خیلی عوض شدی دیگه نمیشناسی. بله بله نبایدم بشناسی. من شدم اینجا گاوه نه من شیرده. از صبح تا شب تو این خونه جون بکن اینم دست بزم. عدد ندارم ساعت به خونه اینم تو نه وقتی برگی تازه اومدی. مسعود صبوری پدر خانواده از این قشر متوسط رو به پایینه که یه دفعه پولدار میشه. اخلاق تندی داره، برای همینم هم با هیچ کدوم از اقوامش رفت آمد نداره. ما تازه دو روز کارو شروع کردیم. کشف لابراتوار، کشف محموله، تجهیز اتاق کار و ماشین سوژه. فکر کنم بابا حسابا رو بسته. خونم نریخته. در مورد فرزانه. خب. دیشب فهمیدم که دوستش داری. اینطوری زود به شک می‌کنم. پول لازم. دفعه پیش چقدر داشتی؟ 800 گرم. بچه ها باشته زودتر بارگیری رو تموم کنم. خیالتون راحت. چرا دیشب هم آره نبردی؟ احتیاط کردم مسعود کن.
اون امانتی که بهت گفتم چی شد؟ گرفتم. تو کشوی میزت. دست درد نکنه. به کارت برس. چه خبر؟ به نظرم این خبرهاییه. تلفن اختصاصیه که با خطوط اروپا کار میکنه. زوم کن بیشتر. چای دورمی خوب نیست. شهید کمال از 300 بگو 300 میشنوم. سوژه زد بیرون، روش تعقیب گذاشتم. اکانون بی 5 میتونید ببینید. از بچه ها کسی مون واسه بارا؟ بله، دوتا تیم هست. شهید کمال از 300 کامیون را افتاد. شنیدم، موفق باشید. مهسا بیا اینجا ببینم، اصلا حواست به این ترمومتر هست؟ میدونی درجهش رو چنده؟ روی... بکنم روی... فکر نکن، نشون بده. اینجا کار شیمی میکنیم، نیومدیم اتاق فکر. میدونی چقدر مواد اولیه رو داشتی به باد میدادی؟ اونم دقیقا الان که مواد اولیه نداری. منو نگاه کن، برو به کارت برس. کیفیت و خلوص به همین ریزکاری ها مربوط میشه. اینقدر قور نزنی که من سخت میگیرم. من سخت میگیرم. خیلی خوب، سعی کن آروم باشی. الان خوبی؟ برو اینو خنکش کن. خوش غیر مستقیم، مقطر بهش اضافه نکنی. خیلی خوب، چشم. باید به رنگ درست برسیم. معطل نکنین، تا صبح بیشتر وقت نداریم. فلورا جانم،
من حالم خوب نیست، میرم بیرون یکم هوا بخورم. خب میخوای بات بیام؟ نه بابا، اینجا باش، حواست به اینا باشه، خرابکاری نکنن. مهندس رفقتی رو که میشناسی. خیلی خوب، خیالت راحت، برو. سلام به مهربان ترین زن دنیا. صبح بخیر. اینقدر خوب خوابیده بودی دلم نمیاد بیدارت کنم. شما بفرمایید بشینید، من الان خدمت میرسم. چه برای سرش پس نو برده. آی به چه مناسبت؟ اول بود قشنگه یا نه؟ بله قشنگ. به چه مناسبت؟ عذرخواهی، پشیمونی، منت کشی، آشتی کنون. خب غلط کردم، مال همین موقع هست دیگه. ببخشید. از
مسعود یه نگاهی به خودمون دوتا بنداز. ما حالا سنی از همون گذشته، بعد نوه داشته باشیم، عروس و داماد بیان داخل این خونه. من که آرزومه لیلا. پس اینقدر دل نشکن که بعد بخوای اینجوری منت کشی کنی. حالا با تو اون شب من خیلی تون رفتم، هم نسبت به تو هم حمید، ولی این ناسپاسی بچه ها منو میرنجونه. آخه اون دختره باز شروع کرد. بله ببخشید. حالا بیا این دستبند رو دستت کن، بفهمم گذشت کردی. بخشیدم دیگه، صد بار بخشیدم، اینم صد و یک میشه. من میگم به خودت و بچه ها سخت نگیر. چشم. ببخشید. روزگار بهم سخت گرفته. نق نمیزنم لیلا، این روزا خیلی زیر فشارم، کارام به هم ریخته، این شرکت های بزرگ دهن باز کردن، میخوان درسته قورتم بدن، یا باید همه چیزمو زیر قیمت بدم بهشون و چوب حراج بزنم به اموالم، یا باید اعلام ورشکستگی کنم. اونا میخوان منو نابود کنن. باید راهی پیدا کنم کم نیارم، دارم زیر فشار کار و زندگی له میشم لیلا. با این حال چه انتظاری از من داری؟ ببخشید، من نباید مشکلاتمو بیارم توی خونه، نباید آرامش شما رو به هم بزنم. خیلی خوب، حالا اون دستبند رو دستت کن و من خوشحال کن. لیلا میخوام یه راهی پیدا کنم که کارم رو بهتر کنم. وقتی آرامش برگشت و خیالم آسوده شد، میریم یه جای دنج میگیریم، با هم خوش میگذرونیم و خاطرهای قشنگ میسازیم، مثل خاطرهای پل خواب. یادته؟ چطوره؟ بسید حمید کجاست؟ رفته خونه مامان رعنا. مامان از این مامان رعنا، از همون موقع که خونهشون بودیم مادرت شد دایه مهربون تر از مادر برای بچه های من. تا میگم پخ میتونم یه از زیر بالا پر مامان رعنا. خب آشپزم که شه ستا میشه همین دیگه. حالا خوبه مامان رعنا هست، وگرنه بچه ها وقتی با تو بگو مگو میکردن جایی نداشتن برن، میفتادن تو دامن نااهل. اونجا نباشه میمونن خونه عزیزم. بگذاریم، امروز حالم خوبه، میخوام فقط به تو فکر کنم، نمیخوام حرفای قدیمی رو تکرار بکنم. امشبم یه قرمه سبزی خوب برام بپز، میخوام بیام دست پخت کتبانوی خودم بخورم. مسعود بهت گفته باشم دفعه دیگه به قهر از این خونه رفتی بر نمیگردی. مگه من میتونم با تو قهر کنم؟ نویده بدش کن، حوصله‌اش ندارم جواب بدم. میبینی یک دقیقه نمیذارن من با همسر عزیزم تنها بشم. حالا بخور دیگه، این همه من برای زحمت کشیدم. میل بفرمایید لطفا. دست درد نکنه، آشپزخونه رو که دیدی چیکار کرد. نگران اون نباش، خودم درستش میکنم، اصلا نگران نباش. الو مرتضی. استاد خسته نباشی. کجایی؟ خسته نباشی. اومدم. رسیدی به حاج احمد دیگه به من زنگ بزنه بعد تحویلش میدی. چشم، خیالتون راحت بشه. برو به سلام. خدا فکر نمیکردم اینقدر تولیدتون زیاد شده باشه، ماشاءالله. بیشتر از این هم هست. این ماتازه بچه ها هر کدوم یه گرفتاری داشتن، درست درمون نمیدن سر کار بود. چاقوی من چی شد؟ اینجاست مده. آی دستت در برکاری. مبارکه. سلامت باشی. ممنون. حواست به زندگیت هست دیگه ماما. مادر جان تو رو خدا دوباره شروع نکن. مادرم دیگه
نگران میمونم. مسعودم بالاخره یه حرفایی برای گفتن داره. خب بیاد بگه. چقدرم که شما روی خوش بهش نشون میده. تا وقتی که اینجا زندگی میکردیم با هم مشکلی نداشتیم. مشکل از وقتی شروع شده که شماها بالا نشین شدیم. چیه الان همه مشکلات زندگی شده بالا نشین شدن ما؟ قربونت برم. کدوم مادری با رفاه و آسایش بچهش مخالفه؟ رفاه خوبه، لباسای رنگ و رنگ پوشیدن خوبه، به شرطی که چشماتو نبندی ببینی از کجا میاد به کجا میره. اگه شک و شبهه توش باشه مقصر توی. مسعود هر پولی که در میاره از تلاش و کوشش خودشه، از شما فقط توقع احترام داره، همین. من بهش بی احترامی کردم؟ مستقیم نه، ولی یه کاری میکنین که بچه ها حرفشو نخونن. اه در خونمو به روی نوه هام ببندم؟ نگفتم در خونتو ببند. مثلا چرا به حمید پول دادین شما؟ مسعود چرا بهش نداده؟ مادر چه حرفیه؟ خب اون پدرش حتما صلاح دونسته بشنده، شاید خواسته تنبیهش کنه. مشکل من با مسعود از همینجا شروع میشه. همه یه تنبیه و تشویق شده فقط پول. با الهه هم همین کار کردین، یه مدت همینطوری خونه بود لوسش کردین، حالا هم نوبت حمیده. همین جوری میگم یه کاری میکنین حرف باباشون رو نمیخونه. در خونه من به روی همه باز. چی بگم والا؟ طرف رئیس یکی از شبکه‌های بزرگ مواد تو اتریشه، یه منطقه آلمانی زبان. اون وقت داره راست راست تو ایران میگرده؟ اینجا پرونده ای نداره، اروپایی هم نتونستن ردی ازش بزنن. ما رسیدیم بهش. اون رسید به ما، خودش معرفی کرد. انگیزه؟ نمیدونم، شاید تهدید باشه. اینم امکان داره. چرا ایران؟ امتیاز یه چیزی میخواد. الان میرسیم با خودش صحبت میکنیم، خیلی چیزا مشخص میشه. محل قرار با کی بوده؟ تو یا اون؟ با 113 ستاد خبری وزارت تماس گرفته، یه شماره هم از خودش داده. بچه هم اون شماره رو تحقیق و بررسی کردن، دادن به من. منم باش اینجا قرار گذاشته. مطمئنه؟ کی؟ خودش یا محل قرار؟ هر دو. بالاخره هر کاری یه ریسکی داره. بچه هم رو نوربرتا بکر. پروانه خیلی وقته که به گوشم غریب است. با پاس ایرانی اومدی؟ هویت ایرانیمو نگه داشتم، نمیدونم برای چی، ولی امروز فهمیدم که به دردم خورد. یه جایی دارم که بهش پناه ببرم. از چی فرار کرده که اومدی ایران؟ از خودم فرار میکنم. آدم هر جا بره خودشو با خودش میبره. راست میگی، راهی برای خلاصی از خودم نداره. انتظار داشتم که یه مرد رو ببینم. چرا؟ نوربرتا، پروانه، ایرانی، اتریشی، اینا اصلا مهم نیست. به ما بگو چرا یکی از سلاطین هروئین اروپا الان اینجا رو به روی دوتا مأمور امنیتی ایران نشسته؟ سلطان هروئین، کوکائین، ماریوانا، این القابیه که روزنامه ها میدن. این لقب ها رو بی خودی به کسی نمیدن. پادشاه یه مش آدم به بدبخت و معتاد بودن چه لذتی داره؟ سلطانه. همه کسانی که مثل شما میرن تو قاچاق مواد مخدر، به راهی که ازش پول در میارن فکر نمی کنن. اینجوری راحت تری نه؟ با یه حرف آدمایی مثل من که بشینی همشون یه قصه برات تعریف میکنن، این که از بدبختی و بی پولی افتادن تو این کار.
راست دروغش هم معلوم نیست. ولی من از پولداری افتادم تو کار مواد. خانواده من خیلی پولدار بودن. من همه چیز داشتم غیر از یه چیز. سیری. من از پول سیر نمی‌شدم. تنها چیزی هم که میتونه پول و این سیل وارد زندگیت کنه یه چیزه. قاچاق. اما این سیل همیشه رو سر مردم خراب میشه. برام مهم نبود. واقعا برام مهم نبود این پول از کجا میاد. چه کسایی آلوده میشن. این سیل کیا رو با خودش میبره. اصلا اگه بخوای به این چیزا فکر کنی که پولدار نمیشی. خودشیفتگی و خودخواهی هم یکی از خصوصیات سلاطینه. حسادت، قدرت، طمع، غرور. من این راهو تا تهش رفتم که سلطان شدم. یه راه طولانی. ولی الان نگام کنید. به نظرتون من یه سلطانم؟ چی شد که رسیدی به بن‌بست؟ بهتره بپرسید که چی شد که فهمیدم این راهی که توشم بن‌بسته. بالاخره هر سلطنتی یه روزی تموم میشه. من هنوزم تو تولید و توزیع هروئین تو اروپا و امریکا رقیب ندارم. ولی خوردم به یه در بسته که با هیچ پولی باز نمیشه. برای همینم الان اینجا. برای هر آدمی پیش میاد. میرسه به جایی که یک اتفاق مسیر زندگیشو عوض میکنه. ولی خیلی دیره نه. بعضی موقع فکر میکنم چرا این جرقه زودتر زده نشد. اون موقعی که من یه دختر ساده بودم که فقط طمع داشتم. نه الان که دستم خیلی آلوده است. این جرقه ها دائم تو زندگی آدم ها زده نمیشه. باید خوشحال باشی که تونستی از یه جرقه استفاده کنی. ما هم بهت کمک میکنم. اگه برای دیدن والدینت اومدی یا برای درمان. ببخشید. فکر کردید من چون مریضم دارم میمیرم اومدم ایران. فکر کردید از اونایی هم که دوست دارن تو ایران خاک بشن. من اومدم ایران برای اینکه میخوام زندگی کنم دیگه. خیلی وقتا دلیل تحول آدمایی مثل شما فقط مرگه. شاید باور نکنید ولی دلیل این که تصمیم گرفتم خودم رو معرفی کنم دیدن یه فیلم بود. فیلم؟ آره. برام مهم نیست چه قضاوتی میکنید ولی با دیدن این فیلم هیولایی که تو خودم پنهان کرده بودم و دیدم. برام جالبه بدونم اون هیولا چی بود. نمیدونم. شاید غرور. یه بار توی پرواز یه فیلم دیدم. قصه یه دکتری بود که خیلی حاذق بود. همه چی داشت. هم پول، هم علم، شهرت، غرور. ولی نمیتونست بچه مریض خودش رو مداوا کنه. یه روز که زیر یه خروار شنگیر کرد و داشت میمرد، همون بچه خودش نجاتش داد. خیلی دور، خیلی نزدیک. صورت آدمایی که نمیشناختم مدام میامد جلوی چشمم. کسایی که بدبختشون کرده بودم. همون موقع تصمیممو گرفتم. مدام با خودم فکر کردم که پشیمون نشم. میخوام این کابوس تموم بشه. کابوس مواد مخدر رو چجوری میشه تمومش کرد؟ تموم نمیشه. تا وقتی ثروت بیشمار داره، تا وقتی بیزنس دوم دنیاست، پایانی براش انتظار نداشته باشه. اما نباید در برابرش تسلیم بشی. زیان تسلیم شدن به مراتب بیشتر از مقاومت کردنه. هر آینده چه برنامه داریم؟ نمیدونم. فقط دیگه نمیخوام به گذشته برگردم. هر تصمیمی که شما بگیرید من آماده. فعلا برو. یه مدتی استراحت کن تا خبرت کنم. برم؟ خودمون خبرت میکنیم. راجب وضعیت فعلی تو قرار امروزمون به کسی چیزی نگو. گذشته دیدت نره. با آیندت فکر کن. خدافظ. Thank you.
را گم کردی؟ نایمدم با دیگه بدو کنم. پس برای چی اومدی؟ اومدی حالا هم بپرسیم چی شده؟ عزیز شدم، لایق شدم. اومدم حرف آخر ازت بشنوم. حرف آخر که همچه خودت میزنی. پس الانم من میزنم. حرف آخر من اینه. نیلوفر میدونه؟ لازم نیست بدونه. این یه قراره بین من و تو. من برات پرش کردم تا هم باید امضاش کنی. نیلوفرم هر وقت حکم طلاق اومد دستش با خبر میشه. بریدی و دوختی؟ امضاش کن فرشید. من چرا درخواست طلاق بدم؟ نیلوفر بده. به جان خودم، به جان حامد درخواست طلاق نیلوفر بیاد. مرد نیستم امضاش نکنم. تو میدونی که نیلوفر دادخواست نمیده. میدونم. تو نمیدونی که من امضا بکنه این نیستم. چرا؟ میترسی سایه بلند دست سرش کم شه؟ من الان این تو دست و بالم گیره. جن زیاد بالا آوردم تو زندگیم، قبول دارم. به تو هم باشه من اصلا لایق نفس کشیدن نیستم. اما بدهی بالا آوردم، قطع نکردم. میام بیرون. میای بیرون؟ معلومه که میای. چکاتو نیلوفر برات آزاد میکنه. نیلوفر از صد تا مردم مردتره. شما مردا هر وقت جلوی زنا کم میارین منت سرش میذارین، بهش مرام مردونه میدین که تازه بشه عین خودتون. مرد همچین برای من نقش دایی عزیزتر از مادر بازی نکن که انگار من توف سر بالام، تو پاکم و تهر. هر دوی ما از یه قماشیم، خودت هم خوب میدونی. من یه جور، تو هم یه جور. ببین من اگه شدم این، اگه به قول تو شدم هم پالگی تو از بی کسی بوده. ما اگه بابای درست حسابی بالا سرمون بود که نمیذاش دخترش دل ببنده به تو. تو میدونی نیلوفر خاطر تو میخواد، اما داری با نامردی عشق عاشقی رو گروکشی میکنی. اینا رو به من نگو، به نیلوفر بگو. مگه نیومدی حرف آخر منو بشنفی؟ حرف آخر من اینه، نیلوفر درخواست بده امضا میکنم. من حریف نیلوفر نمیشم. تو میدونی پول از کجا میاره برای چک آزاد میکنم، اما خودتو زدی به اون راه. فرشید یه جو مردونگی اگه داری بذار نیلوفر خلاص شه. بیام بیرون، هر کاری نیلوفر کرده جبران میکنم. میذارمش تخم چشمام. ببین من نیلوفر نیستم که برام اشک تمسا بریزی ها. تو میدونی که من پای نیلوفر و حامد تا تش موندم. شده برم اگر... شده چی؟ کف زمین تهی بکشی؟ بری کلفتی؟ تو؟ این تو هم، اما ازت خبر دارم نغمه. به بزرگتری کردنت برای نیلوفر نناز. نمیخوام بشی قیم حامد، نمیخوام. اینجا قاضی و وکیل و دادستان کم نیست ها. تو زندونم که بفهمم به خودم چند چندم. یه وقتی دیدم اونقدر به خودم اومدم که بخوام برای سبکی وجدانم هر کاری بکنم. چه میدونم اسم و نشونه چند نفره بدم که جامعه پاک بشه از آدمایی مثل من. پاک میشه ها. نمیشه؟ داری خط و نشون میکشی؟ نه. کار دیگه. آدمی زاده. یه وقتی دهنم لخ شد. تو اگه بلد بودی تمیز بازی کنی که الان امضا رو زده بودی پای این برگه. اما بلد نیستی. فقط ادعات میشه که عاشقی. نیلوفر درخواست بده امضا میکنم. نوکرش هم هستم. همین. Thank you.
باب چقدر میگی؟ 90. خبره؟ خانم قیمتش همینه دیگه. باشه بیارم ساکتون. چشم شما هنوز به من شک دارین؟ نه. چطور مگه؟ چرا دیگه شک دارین؟ چه شلوغش میکنی؟ سرراست حرف بزن ببینم چی میگی؟ احساس میکنم هنوز یه چیزایی ازم قایم میکنی. چی رو؟ برای چی باید قایم کنم؟ نمیدونم برای چی واقعاً؟ ما خیلی وقتتون این خونه دیگه دروغ و مخفی کاری نداریم. خودت میدونی که نداریم امه. از وقتی تو اومدی با من زندگی کنی شرط من همین بود. هنوزم رو حرفم هستم. خب پس طلاهام کجاست؟ میخوای چیکار؟ میخوام بفروشمش. مگه نمیگی دروغ نداریم؟ منم راستشو گفتم. میخوام همشونو بفروشم. اینا رو نگه داشتم محض یادگاری. از اون همه زندگی فقط تونستم همین چند تا خرت و پرت رو برات نگه دارم، وگرنه همین نام نبود. اینو میبینی؟ وقتی تازه دنیا اومده بودی خودم برات خریدمش، با همین سنجاقش زدمش به قنداقت. قنداق خوبه اینو نگه داشتم. به زور از مادرت گرفتمش.
ازت نمیپرسم میخوای چیکار کنی. چیز قایم کردنی ندارم، میخوام باشون فیلم بسازم. فرزانه جان، بابات برادر من بود، مادرت هم عروس ما بود. نمیخوام پشت سر آدمای رفته و مرده حرف بزنم. هرچی شده شده، هرچی هم بوده بوده. میخوای فیلم بسازی بساز، ولی این چند تا هل پوک که دردی و دوا نمیکنه، اینا فقط یادگاری هن. از اون روزا به اندازه کافی کابوسش برام یادگاری مونده. اینا دیگه نه حالمو خوب میکنه نه برام ارزش و معنایی داره. حالا فیلمی که میخوایم بسازیم برام از هر چیزی که داشتم و دارم مهمتره. فیلم یا حمید؟ هر دوش. همه روزی نیست که بهش فکر نکنم. نگرانم، خیلی نگرانم. حق داری، ولی مگه نمیگی دوست داره؟ داره، میدونم که داره، ولی تا کجا و کی نمیدونم. میخوای چیکار کنی همه؟ نمیدونم. فعلا هر دومون میخوایم این مستند تموم بشه، ولی بعدش رو نمیدونم. فقط از یه چیز مطمئنم، نمیخوام بهش دروغ بگم. اما خیلی ها طاقت حرف راست شنیدن رو ندارن. من طاقت راست گفتن دارم. حمید اگه طاقت راست شنیدن نداشته باشه نداره دیگه. این همیشه یکی از کابوسای من که ظاهرن هیچ وقت تمومی نداره. حالا فهمیدین چرا اینا برام ارزشی ندارن؟ چون منم برای هیچ کس ارزشی نداشتم. عوضش برای من قد همه دنیا ارزش داری. سر تو بالا بگیر، به همین چیزی که هستی افتخار کن. حمیدم اگه تو رو دوست داشته باشه قدر حرف راست رو میدونه. با اینام هر کاری میخوای بکنی بکن، فقط یه چیزی یادت باشه، هیچ وقت تو زندگی کم نیاری.